چایی باشه بهتر. صدای من وصله؟ ببین اگه صدا وصله بچه ها، سلام، روزتون بخیر. آره یه اوکی بدید اگه صدا وصله من شروع بکنم کار رو. خب روزتون بخیر بچه ها، سلام. امیدوارم که انشالله خوب باشید، چه به هر حال جز بچه هایی هستید که طی سال با هم کلاس داشتیم، چه احیانا از خود بچه های رایا هستید، بهتون سلام میکنم. انشالله امروز مبحثی که میخوایم ببریم جلو بحث زمان هاست و ما تو زمان ها میخوایم صحبت بکنیم. جزوه ای که داریم جزوه درس سمونه و به قول معروف صفحه ای اگه اشتباه نکنم 53 جزوه است، 52 جزوه است، ولی قبلش البته دیگه زمان ها رو بخوام بگم همون 53 میشه، زمان گذشته کامل. یعنی بچه‌ای که جزوه منو دارید صفحه 53، بچه‌ای هم که جزوه ندارید از رو بورد میتونید نگاه بکنید. من قبل از اینکه ورود بکنم و زمان گذشته کامل رو بگم که مبحث اصلی درس 3 12 و تو کنکور و امتحان نهایی سوال داره، قبلش بچه‌ها بریم یه زمانها رو با هم یه دوری بزنیم ببینیم زمانهای اصلی حداقل چیا هست. اینو بچه‌ای که جزوه دارن یه گوشه رو جلد پشت جزوه یه جایی که جا دارید و بچه های دیگه هم میتونید یه گوشه برای خودتون بنویسید به درد بخوره مطلب. ببینید بچه ها، ما 6 تا زمان اصلی تو انگلیسی داریم. یک زمان، میدونید که من با این رنگ مشکل دارم، در چه رنگ رو عوض میکنی؟ رنگ رو چی عوض میکنی؟ دست کشه من نمیگیره؟ آها اینجا گذاشتی؟ مرسی. خب یک زمان حال ساده، دو زمان گذشته ساده، سه زمان آینده ساده، چهار زمان استمراری، پنج زمان حال کامل، و 6 زمان گذشته کامل. بحث اصلی امروز ما 5 و 6ه، ولی بد نیست که یه دوری با هم بزنیم و کلا زمانهای اصلی رو با هم یه مروری بکنیم ببینیم زمانهای اصلی چیا هستن. در حد نیم خط یک خط هر کدوم رو تعریف میکنم، شما هم لطفا بنویسید بچه ها. اولین زمانی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم زمان حال ساده است. زمان حال ساده رو لطفا اینجوری بنویسید بچه ها. بنویسید عملی است که در زمان حال انجام می شود، عملی است که در زمان حال انجام میشه. خب این که بدیهیه دیگه. چی دیگه؟ و بنویسیم در آن تکرار و عادت وجود دارد. ببینید کلید واژه زمان حال ساده بحث تکرار و عادت. یعنی چی تکرار عادت؟ یعنی اینکه وقتی شما یک جمله رو به صورت حال ساده مطرح میکنید، مثلا میگید I go to school، این ناخودآگاه تو دلش این ویژگی وجود داره که این کار به صورت روتین داره انجام میشه. I go to school یعنی مثلا من دانش آموزم یا مثلا من معلمم. پس I go to schoolی که میارید چون حال ساده آوردید، حال ساده تو دلش تکرار و عادت وجود داره. اصلا یه نکته بگم عشق کنید، واسه همینه که اوری ها قیدهای حال سادن بچه ها، واسه همینه که اوری ها قیدهای حال سادن. الان من بهت میگم I go to school every day، خب تو این تکراره رو با اوری میفهمی، مگه قید جز قابل حذف نیست؟ یعنی اگر من قید رو بردارم آیا تکرار حذف میشه؟ نه، تکرار کماکان وجود داره. پس دقت بکنید کلید واژه‌ای که در حال ساده داریم تکرار عادته. حالا یه نکته خوب بنویس. بنویس برای بیان حقایق علمی، برای بیان حقایق علمی از حال ساده استفاده میکنیم تو انگلیسی. چیزهایی که به صورت فکت انجام میشه، مثلا میگه آقا زمین به دور خورشید میچرخد، اصلا مهم نیست جمله قبل و بعدش چیه، چرخش زمین به دور خورشید یه چیز روتینه، یه چیز همیشگیه، یه چیز کلیه. پس یادمون باشه حقایق علمی تو تستی مطرح شد، آب در دمای صفر مثلا یخ میزنه، در دمای 100 به جوش میاد. فکت ها چون همیشگیان در نتیجه زمانشون باید حال ساده باشه. حالا میخواد جمله قبلیت گذشته باشه، میخواد هر زمان دیگه باشه. این
راجع به اولی. من تعریف ها رو بگم، اگر حالا باز سوالی بود میتونید بپرسید. زمان گذشته ساده خیلی تعریف راحتی داره، میگه عملی است که در گذشته انجام شده و تمام شده. در گذشته انجام شده و تمام شده. تفاوت گذشته ساده با حال ساده، منهای حالا این زمانشون که حال و گذشته است، اینه که شما در حال ساده تکرار و عادت رو دارید، ولی در گذشته ساده تکرار و عادتی وجود نداره. یعنی وقتی من بهت میگم I go to school، یعنی کارم مدرسه رفتنه، ولی وقتی میگم I went to school، الزاماً این جمله به شما کار من رو نشون نمیده. مثلا وقتی میگم I brush my teeth، شما مخاطب میفهمید که آقا مسواک زدن جز عادتهای زندگی من هست، چون حال ساده آوردم. ولی وقتی میگم I brushed، این دیگه الزاماً به شما تکرار عادت نمیده. پس تفاوت اصلی حال با گذشته ساده در این عدم وجود یا وجود تکرار عادت. آینده ساده هم که این ویل دیگه، در آینده انجام خواهد شد. چرا اینقدر این تعریف ها بچه ها سادن؟ چرا اینقدر این تعریف ها بیسیکن؟ چون زمان های اصلی هن. هنوز شاخ و برگ ندارن، هنوز خیلی به قول معروف ترکیب نشد. بچه ها لطف کنید اگه فیلتر شکناتون روشنه، فیلتر شکناتون رو خاموش بکنید. هیچ پروکسی یا فیلتر شکنی نداشته باشید. خب، زمان استمراری. دقت بکن، من اینو تو درس 13 درس دادم قشنگ، انشالله که بلدید. زمان استمراری کلید واژه‌اش این بود. عملی است که در یک بازه مشخص و محدود انجام میشه. کلید واژه استمراری اگه یادت باشه بازه بودنش بود، تو یک بازه مشخص و محدود که گفتیم با می هم ترجمه میشه، دارم تلویزیون نگاه میکنم. یعنی تفاوت استمراری با زمانهای دیگه داشتن یک بازه است که اصطلاحا گفتم سر و تهش معلومه. بعد اومدیم راجع به فعلای لحظه، فعلای بازه‌ای صحبت کردیم دیگه، اومدیم مثلا فعلای حالت رو گفتیم که این مربوط میشه به درس 13. خیلی الان باش کار ندارم. اما درس امروز هم. سوال کنکور 100% سوال کنکوره. بحث زمان حال کامل با گذشته کامل. من اول یه مروری تو حال کامل انجام بدم ببینیم مثلا حال کامل چی بود، چون تو کلاسا که درس دادم، ولی میخوام اینجا دوباره اصلا مرور کنم و دوباره زمانشو بگم. ببینید بچه‌ها دقت بکنید، ما تو زمان حال کامل، من میام اینجا صفحه جدیدتر که بتونم راحت توضیح بدم. تو زمان حال کامل، اولا حال کامل تو فارسی بهش میگیم ماضیه، چی بهش میگیم؟ ماضی نقلی. یه نکته. نکته بعدی اینه که ساختارش چجوری بود؟ هو و هز بود با شکل سوم. آقا اینم بلدی. خب دیگه چی تعریفش؟ مهمترین نکته راجع به زمان حال کامل تعریفش بود. گفتیم حال کامل، اگه یادت رفته یا نمیدونی بنویس، حال کامل عملی است که از گذشته آغاز شده و خود عمل یا اثراتش تا زمان حال میاد. ببین یه بار دیگه، حال کامل عملی است که از گذشته آغاز شده، خود عمل یا اثرش تا حال میاد. خب که یه تعریف خیلی خوشگل بهت دادم، گفتم تنها زمان اصلی انگلیسی است که گذشته را به حال وصل میکنه. یه سرش اصطلاحا تو گذشته است، یه سر دیگهش تا زمان حال میاد. برای همینه بهش میگن حال کامل. و برای همینه وقتی میگه I have learned English، یعنی من از گذشته تا امروز درگیر انگلیسی هم. حالا صرف اینکه کلاس میرم هنوز یا نمیرم بماند، ولی حداقل اثر عمل هست. این رو ما برای حال کامل گفتیم. به عبارتی پس یه بار دیگه، اگر از گذشته حرکت کنیم به سمت حال میشه حال کامل. نکته بعدی که راجع به حال کامل مهمه و حتما باید بدونیم، بحث قیدهاییه که با حال کامل معمولا استفاده میشه. بچه‌هایی که تو کلاس با من بودن میدونن من عادت دارم قیدها رو به دو شاخه تقسیم میکنم. یکی قیدهایی که میشه به طور کلی و قطعی تر حرف زد راجع بهش، یکی قیدهایی که میشه معمولا براش آورد. مثلا گفتیم آقا این فوروسینسی که همه کلی توضیح میدن، این فوروسینس معمولا با حال کامل میومد. فرق فورباسینس چی بود؟ فور طول مدت رو نشون میده، سینس ابتدای مدت رو نشون میده. یعنی این معنی برای داره، این معنی از داره. دیگه چی؟ یعنی آقا منظورت اینه که فوروسینس همیشه با حال کامل نیست؟ نه،
که حتی مثال زدم، گفتم مثلا من از 2010 تا 2017 کلاس میرم میرفتم. خب از 2010 تا 2017 من که به حال نرسیدم که. حال کامل میگه موقعی میتونی از من استفاده کنی که از گذشته وصلی به حال، ولی قیدم سینس بود. پس فروسینس معمولا به حال کامل میاد، نه همیشه. دیگه چه قیدهایی گفته بودم تو معمولا آیت دیگه؟ دیورینگ، اینا رو گفتیم اکثرا به حال کامل. حالا یه جایی هم نشو خیلی نمیتونیم قور بزنیم استنا، اما یه سری قیدها رو قطعی تر راجبش حرف زدم، با یه رنگ دیگه مینویسم. یکی قید سوفار بود. چرا گفتم سوفار قطعی تره بچه؟ سوفار معنیش چیه؟ سوفار معنیش تا کنونه. تا کنون یعنی چی؟ یعنی از گذشته تا الان. خب از گذشته تا الان دقیقا تعریف حال کامله. پس سوفار در سوالی باشه من اطمینان حلم بالاتره. دیگه چی؟ دیگه ریسنتلیه بچه. ریسنتلی معنی چی میده؟ اخیراً، یعنی یه جور همون پلیه که از گذشته به حال میاد. یعنی میزان اطمینان من تو ریسنتلی حتی از فروسینس بالاتر. یه دونه قید دیگه هم مطرح کردم، قید بای ناو. بای ناو یعنی تا الان، همون سوفاره. خب پس چون همون سوفاره، این هم قید مطمئنی. به هر حال این قیدهایی بوده که ما به حال کامل توضیح دادیم، که حالا اینایی که پایین براتون نوشتم گفتیم معمولاً به حال کاملاً، اینا رو میشه با اطمینان بیشتر باشته. تو اینجا نکاتی بوده که من تو کلاس‌های خودم درس دادم و اینجا هم خواستم دوره بکنم، که حال کامل عملی است که گذشته رو به حال وصل می‌کنه و اینم قیده. اما بحث اصلی امروز من و زمانی که تو درس 3-12 مطرح شده، زمانی است تحت عنوان گذشته کامل بچه. خب گذشته کامل چیه؟ من همین زیر بنویسم که با هم بتونیم مقایسه بکنیم. گذشته کامل اولا بچه ها اینو من اینجا بنویسم، بعد میرم تو جزوه. یه دقیقه شما چیزی ننویسید، فقط گوش کنید. گذشته کامل میدونید اسم دیگهش تو فارسی بهش میگن ماضی بعید. ساختارش چیه؟ ساختار پست پرفکت یا گذشته کامل حد با شکل سومه. حد با شکل سوم. خب حالا اگه بخوایم رو نمودار نشون بدیم، آقا این از نظر به قول معروف نمودارش چجوریه؟ بچه گذشته کامل رو میخوام تعریف کنم، گوش کنی مطلب جدیدی. من همیشه تو کلاس ها میپرسم، میگم به نظر شما حال کامل که خب تعریفش مشخصه، گذشته رو به حال وصل میکنه، گذشته کامل تعریفش چجوریه؟ یعنی ما به چه زمانی میگیم گذشته کامل؟ معمولا بچه ها در جا میان میگن آقا گذشته کامل عملی است تو گذشته انجام شد و تموم شد. خب اگه بخوام اینجوری تعریف بکنم، پس اون زمان شماره دوم که گذشته ساده بود با این چه فرقی میکنه؟ یه دقیقه گذشته ساده تعریفشو ببین، میگه در گذشته انجام شد و تمام شد. خب اگر من بخوام الان گذشته کامل رو هم همینجوری تعریف بکنم، که این یعنی دو تا زمان اصلی با یه تعریف، خب مگه دور از جون دیوونن مثلا بیان دو تا زمان اصلی رو با یه تعریف بیارن؟ ببینید بچه ها، اینی که دانش آموز میگه آقا تو گذشته انجام شد و تموم شد، این خوبه. یعنی همین که نمیایید حال خوبه، ولی کلید واژه گذشته کامل، منو ببین، چون تعداد پارتیسیپنت ها زیاده ما نمیتونیم چت رو باز کنیم که من نظر شما رو فعلا بدونم. حالا تو جواب ها سعی میکنم و جواب از تو تست ها ازتون کمک بگیرم، ولی گوش کن یه لحظه اینجا رو. تعریف گذشته کامل یاد بگیری کار امروز من تمومه، بقیهش دیگه میشه تست. گذشته کامل عملی است که در گذشته قبل از یه کار دیگه تو اون زمان انجام شده. ببینید تأکید گذشته کامل گذشته تر از گذشته ایه. یعنی ما دو تا عمل رو مثلا در نظر بگیرید، اونی که گذشته تره که اینجا با رنگ سبز نشون دادم، این میشه گذشته کامل. که از نظر ساختار اینی که عقب تره با حد نشون میدیم، اینی که بعدش اتفاق افتاده با گذشته ساده نشون میدیم. پس یه بار دیگه، گذشته کامل عملی است که در گذشته قبل یه کار دیگه تو گذشته است. ببین کل اتفاقام گذشته است، یعنی اصلا من کاری با حال ندارم، برای همینه بهش میگه گذشته کامل. حالا گذشته کامل موقعی استفاده میشه که شما بیستون که گذشته است باز دارید از اون میرید گذشته تر، یعنی یه اتفاقی رو تو به قول ادبیاتی ها تو بعیدتر یا دورتر نشون میدید. بذار یه مثال فارسی بزنم، میگم دیروز. همین که میگم دیروز، شما قاعدتا دیگه با حال کامل کار نداری دیگه ها. گفتیم حال کامل باید گذشته رو به حال وصل کنه، خب این که راجع به دیروزه.
میگم دیروز قبل از این که به خونه برسم نون خریده بودم. بچه دو تا اتفاق افتاده، یکی نون خریدن، یکی به خونه رسیدن. قبول داری هر دوتا گذشته است؟ بله. همین که هر دوتا گذشته است باید سر جلسه حواست باشه که این احتمالا گذشته کامل. خب آیا این دو عمل همزمان با هم اتفاق افتاده؟ نه آقا، همزمان نبوده. کدوم اول کدوم دوم؟ خب آقا منطقا اول نون خریده بعد رسیده خونه. خب حالا نگاه کن، هر موقع در انگلیسی دو کار در گذشته بود، اونی که اول یا گذشته تر انجام شده با حد نشون میدیم، اونی که بعدش انجام شده مثلا با گذشته ساده. یعنی الان بخوام من این جمله رو بگم، میگم I had bought some bread، یعنی خریدن نون رو با حد میارم، before I arrived home، رسیدن به خونه که بعدش انجام شده با گذشته ساده میارم. تا اینجا اوکی؟ تا اینجا ردیفی؟ خب با این توضیحاتی که تا اینجا دادم برمیگردم به جزوه، چون میخوام همه اینا رو تو جزوه بگم شما علامت. اولا با من بیا جلو، هایلایتر تو بردار. نوشته عملیست اینا که میگم هایلایت کن، در گذشته قبل از کار دیگری در آن زمان. این خیلی مهمه. ببین در گذشته، خب گذشته ساده هم در گذشته است، گذشته استمراری هم همونه. این قبل از کار دیگری در آن زمان مهمه و از نظر ساختار عمل گذشته تر با حد میاد و عمل جدید تر با گذشته ساده میاد. که باز اگر میخواید اینجا هم علامت بزنید، اینی که اوله رو با حد علامت میزنید، حد با شکل سوم، اینی که بعدش مینویسید مثلا گذشته ساده. خب به مثال اول جزوه نگاه کن. When Mrs. Brown opened the washing machine، وقتی خانوم براون ماشین رو باز کرد. ببین باز کرد و گذشته به من داده، یعنی زمان گذشته. She realized، realized که میدونه یعنی چنی، understand فهمیدن. او فهمید. She had washed the cat، نگاه کن گربه رو شسته بوده. دو تا اتفاق افتاده، باز شدن در، شسته شدن گربه، هر دو تا گذشته. خب کدوم اول انجام شده منطقا، کدوم بعدش؟ خب منطقا آقا اول گربه شسته شده بعد در باز شده دیگه. خب هر موقع در گذشته، این بچه تمام درس امروز هم یه جمله است، هر موقع در گذشته هستیم و داریم به سمت گذشته تر میریم. باز شدن در ماشین گذشته است، حالا از اون گذشته تر شسته شدن گربه است یا گربه است. در نتیجه اینو با حد. تا اینجا ردیفی؟ تا اینجا سوال خاصی نیست؟ شما به سوال بچه ها دسترسی دارید؟ در مورد بی گوینگ تو که راجب آینده است، اون با ویله و تو زمان آینده تعریفی شد. ویل و بی گوینگ تو معمولا با هم آینده رو نشون میدن، ولی درس یک دهمه. بله بچه دیگه همکارا لطف میکنن جزوه رو یه لحظه. خب دیگه بچه سوال غیر از این نپرسید. فعلا راجع به تعریف گذشته کامل، نکته ای که گفتم، این چیزی که علامت زدیم، کسی سوالی داره؟ نکته ای نیست؟ خب ادامه میدم بحثو، گوش کن، خیلی کار داریم امروز. نکات گذشته کامل رو با هم بخونیم. نکته اول راجع به سوالی کردن و منفی کردنه. خب خدا وکیلی دیگه لوس من بیام به درس بدم. میخوای حد و سوالی کنی چیکار میکنی؟ میاری اول. The train had left میشه had the train. بلدیم آقا. میخوای منفی کنی چیکار میکنی؟ hadn't میاری. پس نکته یک درسته نکته مهمیه، ولی خب دیگه دانش آموز 12 و کنکوری خداییش بلده. هوا هز و حد برای سوالی میاریمشون اول، منفیشون هم با نات. پس ما نکته یک کار نداریم. بریم نکته دو بچه. ما چند دقیقه پیش راجع به قیدهای گذشته کامل صحبتهایی با حال کامل صحبتهایی کردیم. حتی اومدیم قیدها رو دو شاخه کردیم، گفتیم قیدهایی که مطمئن‌ترن، قیدهایی که معمولن. حالا میخوایم بریم بحث قیدها رو تو گذشته کامل هم بررسی بکنیم. نکته اول که چند دقیقه پیشم اشاره کردم اینه که تو رو جون هر کی دوست دارید، این قیدها رو انقدر انحصاری نبینید. یعنی فروسینس میتواند با گذشته کامل هم استفاده بشه. الان مثال نوشته We had studied in this university for 5 years. ببین for 5 years داره طول مدت رو نشون میده. با چه زمانی اومده؟ با حد اومده.
پس این که من فقط فور رو با هفت در نظر بگیرم این غلطه. حالا من یه سوال ازت دارم، اگر من اینجا بنویسم we have studied in this university for 5 years، یعنی همین جمله رو با have بنویسم، فرق معنایی و مفهومی این دو تا جمله با هم چیه؟ اینو بگید لطفا. we have studied با we had studied طبق درسی که قبلا دادم و امروز دوره کردم و دوباره درس دادم، این دوتا الان مفهومشون چه فرقی با هم داره؟ کی have studied میاریم کی had studied؟ چی شد؟ انتگرال دارید میگیرید؟ اولی تا حال اومده. ببینید بچه ها دقت بکنید، غلط نیست حرفش. وقتی ما میگیم آقا we have studied، طبق تعریف حال کامل یا خودش یا اثرش، یعنی یا هنوز من دانشجوام یا حداقل اثر دانشجو بودنم تا حال اومده. آها یعنی چی اثر دانشجو بودن؟ بچه من رفتم یه جایی مصاحبه شغلی بدم، میگه خب آقا شما مدرکت چیه؟ کدوم دانشگاه بودی؟ منم مدرکم رو میذارم رو میز، میگم آقا من 5 سال این دانشگاه درس خوندم. ببین درسه تموم شده ولی اثرش رو الان کار دارم. این جمله بالاست، یعنی یا هنوز دانشجویم یا اثرش. اما اگر جنبه یک اتفاقی رو میخوای بگی که کلا در گذشته بوده، مثلا من دارم از جلوی دانشگاهم رد میشم، بهت میگم اینجا رو میبینی من اینجا 5 سال درس خونده بودم، خب اینجا نه الان ادامه داره درس خوندنم نه اثرشه، فقط صرفا جنبه یک خاطره داره و یه نکته داره. کلا بچه یادتون باشه وقتی گذشته کامل میبینید، حتی اگر فعل دومی هم بد نده، منظور گذشته دورتره دیگه. اینو قبلا هم ما بحثش رو داشتیم و صحبتش رو کردیم. در نتیجه گذشته کامل منظور عملی است که در گذشته اتفاق انجام شده و قاعدتا هم قبل یه عمل گذشته تر، ولی حالا فعلا باش کاری نداریم. میخواستم بهتون بگم فور با هر دوتا. خب آقا دیگه چه قید هایی داری؟ بچه ها ببینی قید های بعدی که من میخوام راجبش حرف بزنم، خیلی هم تو کلاس ها و کتاب ها میبینید، بیفور و افتره. خب افتر و بیفور یکی از نشانه هایی که میتونه به ما کمک کنه، اما سوال آیا افتر و بیفور قیدهای مطمئنی هم؟ یعنی من هر جایی افتر یا بیفور دیدم میتونم گذشته کامل بزنم؟ منطقا نه. ببینید بچه ها بیفور میگه قبل، حالا بستگی داره این قبلت کیه. اگه کلن گذشته ای در نتیجه قبلم میشه گذشته تر، مثل مثالی که زدم میگه قبل از اینکه به خانه برسم خودش گذشته است، نون خریده بودم. بله حالا اگر من راجع به حال حرف بزنم بگم ببین من قبل از اینکه برسم خونه نون میخرم، ها یا قبل از اینکه برم خونه نون میخرم، و خب اینجا که هنوز اتفاق انجام نشده، به قول دوستتون اصلا میتونید بی گوینگ تو بیارید. پس اینکه من بیام انحصاری بیفور را با گذشته کامل در نظر بگیرم کار غلطیه، ولی کلا بیفور رو اگر دیدید و اون یکی زمانتون هم گذشته بود، بله دیگه از گذشته دارید میاد گذشته تری میشه، تعریف گذشته کامل. افترم مثل همین. تنها قیدی که من مطمئن تر میتونم راجبش حرف بزنم قید previouslyه. previously رو ما قبلا هم داشتیم تو این سریال مریال هم زیاد میشنوید. previously یعنی قبلا سابقا، حالا تو سریال ها معنی آنچه گذشت میده. previously چون بیس کلمه رو گذشته مانور میده، میتونم بگم previously نشانه خوبیه برای گذشته کامل. دیگه چه قید هایی دارم؟ yet هنوز. خب این yet میتونه تو حال بیاد میتونه گذشته بیاد، درسته معمولا با حال کامل. اما قید بعدی که دوست دارم نکته راجبش بگم by the time. بچه by the time علامت بزنید، معنیشو بنویسید تا آن زمان. پس by the time بنویس تا آن زمان. یه نکته کنارش بنویس، بنویس معمولا با زمانهای کامل می آید. معمولا با زمانهای کامل می آید. زمانهای کامل یعنی یا هوا هست یا هست. خب اینو نوشتی؟ از طرفی بچه 90-95% چون معنیش تا آن زمانه، یعنی 90-95% تو گذشته میمونه، در نتیجه 95% به گذشته کامل میاد. پس چی شد by the time؟ by the time معمولا با زمانهای کامل میاد، یعنی یا هوا هست یا هست.
به خاطر مفهومش که میشه تا آن زمان، این آن زمانه معمولا گذشته است، در نتیجه اتفاقا بیشتر با گذشته کامل. خب اینم از قیدهای به قول معروف حال کامل و گذشته کامل. تا اینجا اوکی، تا اینجا ردیف همه چی. تعریف زمان رو گفتیم، قیدهاش رو گفتیم. بچه ها زمان ها مفصل سنگینه، تا تست حل نشه، تا تستا رو حل نکنم نمیتونید بگید فهمیدید یا نه. فعلا با من بیاید جلو پله پله، عجله هم نکن. خب بریم سراغ چهار. نکته چهار نکته خوشگلیه، گوش کن نکته بگم حال کن. بحث بعدی که خیلی تو این زمان مطرح میشه بحث علت و معلوله. علت و معلول بلدیم یعنی چی؟ بلاغ یعنی تستایی که مثلا چونکه دارن، جملاتی که علت میارن فلان. اولا قبول داری همیشه تو علت و معلول علت اول معلول دوم، اینو داشته باش کارش دارم. در علت و معلول خب معلومه دیگه، اول علتی وجود داشته که بعد معلولی به وجود داره. نکته قبل از این که من این نکته رو بگم، اولا ببینیم چه کلماتی معنی چونکه دارن. کلماتی که معنی چونکه دارن رو بنویسید، حالا جاش این گوشه میتونید بنویسید. یکی بیکازه، یکی ازه، یکی سینس. این کلمات کلماتی هستند که معنی چونکه دارن. بیکازو که هممون بلدیم، بیکاز میشه چونکه. از و سینس هم بلد باش معنی چونکه میده. آقا سینس که معنیش از وقتی که و از و اینا بود که. بله سینس سه تا معنی بسیار پرکاربرد داره بچه، میخواید بنویسید. سینس سه تا معنی داره، یکی از که میشه قید زمان، یکی از وقتی که میشه ربطی زمان، یکیش هم چونکه است. پس سینس میتونه از باشه، میتونه از وقتی که باشه، میتونه چونکه باشه. پس یادت باشه ممکنه، حالا امروز تو تستا داریم، ممکنه سینس معنی چونکه باشه. به هر حال اینو نوشتی که 90% تو آزمونا بیکاز به شما میدن. بیام تو علت و معلول. آقا چی میخوای راجع به علت و معلول بگی؟ اگه رفته باشید بچه تو این کتاب متاهای کمک درسی بعضیاشون نوشته آقا یکی از نشانه های گذشته کامل بیکاز است. نه من این حرف قبول ندارم بزنم. ببین منم دارم میگم بیکاز میتونه با گذشته کامل بیاد، اما گوش کن یه نکته خوشگل یادت بدم. اینجا رو نگاه کن، من یه نکته یادت بدم، من یه صفحه جدید برات بیارم ببین. ببین خوب گوش کن، انقدر مهمه دارم یه صفحه جدید. تو روابط علت و معلول گفتیم منطقا علت اول انجام میشه بعد معلول دیگه. نگاه کن اینجا چجوری بفهمم آیا بیکاز گذشته کامل است یا نه. بچه اگر معلول گذشته باشه، ببین حرفم رو قبول داری، میگم معلول گذشته باشه حتما علت گذشته کامله. چرا؟ چون تعریف گذشته کامل همین بود، میگفت از گذشته حرکت کنیم بریم گذشته تر. خب وقتی معلول که عمل دوم گذشته باشه حتما علت گذشته کامل. مثلا آقا من خیلی نمره آزمونم خوب شد، مثلا آزمون قبلیم خیلی خوب شد. میگم چرا؟ میگی چون خیلی درس خونده بودم. ببین نمرم خوب شد گذشته است، داری میری گذشته. حالا بچه به این نگاه کنید، اگر معلولتون حال باشه علتتون داره چیکار میکنه؟ علت داره گذشته رو به حال وصل میکنه. که علت گذشته را به حال وصل میکند، این تعریف چه زمانی است؟ این تعریف حال کامله. پس این تفکر غلط که علت و معلول همیشه گذشته کامله، اینو بریز دور. بسته به این داره که فضای جمله و فضای معلول چیه. بله اگر معلول گذشته باشه داریم میریم گذشته تر، میشه گذشته کامل. ولی اگه معلول مثلا بگی آقا من خیلی نمراتم داره خوب میشه، مثلا حال آوردی حال استمراری، میگم چرا انقدر نمرات جدیدن داره خوب میشه؟ میگه آقا چون خیلی درس میخونم، خیلی خوب درس خوندم. درس خوندم یعنی چی؟ یعنی از گذشته درس خوندم، اثرش یا خودش تا الان ادامه داره. پس برای علت و معلولم تو رو خدا حواستون باشه بچه‌ها، همیشه گذشته کامل نیست، بسته به معلول داره. همینی که رو برده به نظرم یه گوشه بنویسید، خیلی توضیح واضحه دیگه، من توضیح ندم چون راجع به کلیات علت و معلول نوشتم. اینو رو برده بنویسید، اگه سوالی هم دارید بپرسید. چت بچه‌ها رو میتونم ببینم؟ باز کنید. تو اینجا نمیتونم ببینم. چون که از وقتی که
چون که از وقتی که اون کلمه رو بیشتر چینی تایپ میکنم. آه اینو جواب میدم، سوال مهدی، سوال خوبی. حالا یه دوست دو سوال، سوال خوبی بود. یکی دوستمون تو اون مثال دانشگاه گفت میتونیم گذشته ساده هم بیاریم به جای حد. بله کلا تو انگلیسی بچه ها به جای گذشته کامل میشه گذشته ساده آورد، اما جوگیر نشیدا. اگر در تستی هم گذشته ساده بداد هم گذشته کامل، قطعا باید گذشته کامل رو بزنی اگر گذشته تری، ولی اگر نبود میشه به جای گذشته کامل گذشته ساده. نکته دوم، بچه ها گفتن آقا آ راجع به سینس پرسیدی. سینس رو بچه ها تو تستا توضیح میدم چرا رد شدم ازش. بچه ها شما تو نظام جدید ربطی های زیادی نمیخونید، اندوبات و این. اگه نظام قدیم بود ما اصلا جد آباد سینس رو میآوردیم جلو چشش، ولی الان باش کاری نداریم. فقط گفتم سینس تا معنی داره، از و از وقتی که و چون که. حالا اینا رو تو تستا میبینید، عجله نکنید. نکته بعدی دوستمون گفت دومی رو یه بار دیگه توضیح بدید، فکر کنم منظورش این بود. بچه من گفتم اگر در یک سوال علت و معلول، یعنی سوالی که چون کرد، معلول من بیاد زمان حال، مثل اینکه بگم آقا من خیلی خوب رانندگی میکنم، میگه چرا تو انقدر خوب رانندگی میکنی؟ میگم خب خیلی دوره دیدم. ببین علتم که دوره دیدنه داره گذشته منو به الان من وصل میکنه، چون معلول من اینه که خوب رانندگی میکنم، پس اینجا علت حال کامل. ولی گفتم اگر معلول گذشته بود او خیلی خوب رانندگی میکرد، چرا؟ چون دوره دیده بود. اینم راجع به این بود که حالا باز تو تستام می. اما برم تو جزوه، حرف آخرم رو تو جزوه بزنم، تازه شروع کنیم تست زدن. یعنی اصلا زمان ها تا تست نزنید اصلا چیزی توش مشخص نمیشه. بچه یه دونه خوشگلش برام بخون. معلول میتونه آینده هم باشه، معلول میتونه آینده هم باشه، که اون وقت علت میتونه حال مثلا باشه، خیلی الزامش نیست. من بیشتر بچه ها فضام چرا رو حال کامل و گذشته کامل ما رو بدم، بین این دوتا میخوام تشخیص بدید. یه دقیقه قبل از اینکه شما بخونید ببینید، تونی نو استانبول سو ویل بیکاز هی هاد ویزیتد دی سیتی سیورال تایمز. میگه فلانی شهر استانبول خوب میشناخت، ببین بارها اونجا رفته بود. کدوم علت کدوم معلول؟ قبول داری رفته بودن به اونجاش علت معلولش اینه که خوب میشناسه؟ خب وقتی معلولت گذشته است علتت میشه گذشته کامل. حالا اگر بچه ها این بود نوز میشناسه، خوب استانبول رو میشناسه، علتشو باید چی میآوردی؟ باید هز ویزیتد میآوردی، چون تا زمان حال اومده جلو. پس علت و معلول بسته به هم مشخص میشه، هوا هز یا حد یا حال هر زمانه دیگه. کامنت دیگه ای بود که میخواستی به خود شما یا نه؟ اگه معلول با آینده برسی چی؟ دیگه رسیده دیگه، کاری دست ما برنمیاد. علتتون میتونه زمان حال بیاد بچه دیگه؟ بچه سوال علت و معلول به شما بدن بین این دوتاست، خیلی خودتون رو اذیت نکنید. حالا تو تستا بیشتر میدید، اما اینو میخواستم بگم. با جرأت میتونم بهت بگم تو کل جزوه من مهمترین نکته، بچه که با این کلاس دارم میدن جزوه من از اینکه 200 صفحه است، مهمترین نکته جزوه من این نکته است. یعنی از این مهمتر ما در جزوه تو گرامر نداریم. چرا؟ چون زمانها مهمترین گرامره و از طرف این نکته مهمترین نکته است. نکته چی میگه؟ میگه در تست چجوری بفهمم باید حال کامل استفاده کنم یا گذشته کامل، یعنی روش تشخیص حال کامل از گذشته کامل. خب من انقدر این نکته مهمه، دوباره برمیگردم توی صفحه سفید توضیح میدم، بعد دوباره نگاه کنید اینجا رو. آقا سوال اینه دیگه، میگه من چجوری باید حال کامل از گذشته کامل تشخیص بدم؟ یه بار دیگه رو نمودار حال کامل رو با هم نشون بدیم بچه‌ها. چیزی ننویسید لطفا، زرتی شروع نکنید بنویسید، بذار حرفم تموم بشه. بعد عملی است که از گذشته شروع شده، خودش یا اثرش میاد حال. این میشد هوا هست، درسته؟ خب حد چی بود؟ حد کاری است که در گذشته قبل از عمل دیگری تو اون زمان انجام شده، که این میشد حد. این هم میشد گذشته ساده. خب حالا میدونی نکته چی میگه که بهت میگم صد روی محل ادام ادعا و جانگولر بازی نیستم، ولی بهت میگم 100% سوال کنکور، یعنی 100% سوال کنکوره، مثلا 99 هم نیست، صده. سوال اینه چجوری توی تست بفهمم باید هوا حد بزنم یا حد بزنم؟ ببین جلوت نمودار اصلا داره باید حرف میزنه،
در یک تستی بین هوا هز و حد منو نگه داشته. بگید بچه شما بگید چجوری بفهمم باید هوا هز بزنم یا حد؟ به نمودار و توضیحات من دقت کنید میتونید بگید. سوال متوجه شدید؟ من میگم آقا در تستی موندم که باید حد بزنم یا هوا هز، از کجا بفهمم؟ اگه به حال بیاد هم هز، اگه بمونه تو گذشته هز. این یه نظر دیگه. به حال بیاد هوا هز. خب دیگه حال هست یا نه؟ خب حال هست یا نه رو که میدونستیم که تستو حل میکردی، شما باید بفهمید. آها خوبه این. بذار بگم، چون قاعدتا جواب بر همین اساس میره جلو. بچه گوش کنی، خیلی واضح است، ما بین این موندیم. خب بقیه تستو میخونم، به جمله دیگم یا فعل دیگم نگاه میکنم. گوش کن، اگر طراح حرکت کنه، ببین تمام درس امروز این یه نکته میخوام برم تست بزنم، اگر طراح حرکت کنه از گذشته منو بیاره حال، این میشه هوا هست. ولی دوستی که گفتی اگه تو گذشته بمونه، نه خب میتونه گذشته ساده باشه، اینجوری باید میگفتی اگر از گذشته بره گذشته تر میشه حد. نگاه کن یه بار دیگه، هر موقع در سوالی حرکت به سمت حال انجام شد حال کامل، هر موقع در سوالی از گذشته رفتی گذشته تر این میشه حد. بچه ها هر گذشته ای حد نمیتونه باشه، حد موقعی که شما در گذشته ای میری گذشته تر. مثل مثال اون ماشین ظرفشویی لباسشویی چی بود؟ ماشین رو باز کرد گربه شسته شده بود. پس یه بار دیگه گوش کن بعد میگم بنویسی. هر موقع به سمت حال، یعنی من اینو از من میخوای، اینو که دادی به من جملهمو میخونم، تستمو میخونم، اگه دستمو گرفتی منو آوردی حال، میزنم هوا هست. اما اگه تو گذشته منو بردی گذشته تر، میزنم حد. به خدا راحت تر از این دیگه نمیتونم درس بدم. تا اینجا ردیفی؟ اگه ردیفی دیگه اوکی بزنی. سوالی دارن بچه های؟ اوکی هست. خب خدا رو شکر. حالا بنویس، بنویس روش تشخیص حال کامل از گذشته کامل. باید سریع بنویس بچه ها، تستا رو شروع کنیم. باید به جمله دیگر یا فعل دیگر توجه بکنیم. علیرضا یه چیزی بگم به ترتیب، من یه ذره تب دارم، سرفه خشکم میکنم. آور کن، البته تبم زیاد نیست ولی سرفه خشکم زیاد. انشالله سرماخوردگی کرونا نیست. علیرضا جان به هر حال من عذرخواهی میکنم. خب داشتم اینو گفتم، به فعل دیگر یا جمله دیگر توجه میکنم. اگر به زمان حال برسیم، تو پرانتز از گذشته به حال بیاییم، اگر به زمان حال برسیم تو پرانتز از گذشته به حال بیاییم. بله دکتر یادیو، به فعل دیگر یا جمله دیگر توجه میکنیم، به فعل دیگر یا جمله دیگر توجه میکنیم. اگر از گذشته به حال بیاییم، از حال کامل تو پرانتز هوا هست، از حال کامل تو پرانتز هوا هست. اما اگر از گذشته به سمت گذشته تر برویم، از گذشته به سمت گذشته تر برویم، از گذشته کامل تو پرانتز حد استفاده میکنیم. از گذشته کامل تو پرانتز حد استفاده میکنیم. بچه من به نظرم بد نیست این نمودارا هم یک بار دیگه این کنار رسم بکنید، ولی نکته رو توضیح دادم. سریع نمودار رو بکش، باید تست بزنید. کار زیاد داریم، تست آوردم براتون در حد بنز تا تستای 98، یعنی انقدر تست زمان میذارم آخرش بگی آقا دیگه بسته یاد گرفت. سریع دو تا نمودار رو رد کن.
آره من اینجا رو اشتباه نوشته بودم، منظور هوا هست. بگذاریم بچه، یه دو سه تا تست رو با هم بزنیم، یه ذره موتورتون گرم شه، بعد دیگه دونه دونه رو وقت میدم با هم میریم جلو. بیا پایین این سه تا تست رو نگاه کن. خب میدونید دیگه بچه‌هایی که با منن میدونن همیشه اول ما مجهول رو چک میکنیم. مجهول چی بود فرمولش؟ تو بی با شکل سوم. تو بی ها چند تا بودن؟ تو بی ها 9 تا. آقا ما 9 تا تو بی داریم. یه بار بگیم: am, is, are, was, were, be, to be, being, been. اینا رو همه رو درس دادم تو خود همین مجموعه رایه هم، من همه اینا رو گفتم. اما is و are و was و were و be و to be و been. اول بچه همیشه چک کنید تستتون مجهول داره یا نداره. خب سوال یک رو ببین، میخوام دو سه تا رو با هم بزنم، بعدی ها رو وقت میدم شما بزنید. given, had given, are given, had been given. من همیشه اول زیر مجهول ها خط میکشم. گوش کن روش رو یاد بگیر. میگم این دوتا هم توبی دارن هم شکل سوم، پس مجهول. حالا که پای مجهول باز شده، باید برم ببینم جمله معلومه یا مجهول. معلوم مجهول رو با معنی و اینکه کننده کار توش مشخصه یا نه میریم جلو. نگاه کن: you didn't make a wise decision. نمیدونی wise یعنی چی، مهم نیست. make a decision میشه تصمیم گرفتن. میگه تو تصمیم نگرفتی چون اطلاعات غلط. give یعنی چی؟ give یعنی دادن. گرفتن معنی نکنی. خب قبول داری دو پهلوه؟ بچه فعلای دو پهلو یادتونه؟ دو پهلو مثل invite. من میتونم دعوت کنم، میتونم دعوت بشم، میتونم اطلاعات غلط بدم، میتونه اطلاعات غلط بهم داده بشه. مثل offer، میتونم پیشنهاد بدم، میتونه بهم پیشنهاد بشه. دو پهلوها رو چیکار میکردیم؟ به بعدش نگاه میکنیم. آیا مفعول اومده اینجا؟ الان تو بگی چون اطلاعات غلط دادی، خب به کی اطلاعات غلط دادی؟ مفعول نداریم. همین که فعلی دو پهلو باشه و مفعول بعدش نیاد، یعنی کار روش انجام شده. تازه از جمله اولم میشد فهمید. همین که میگه تو تصمیم نگرفتی، یعنی اطلاعات غلط بگو به داده شده. پس گزینه یک و گزینه دو حذفه، چون جمله باید مجهول باشه. از طرفی بچه ها گزینه های دیگه خوشبختانه زماناش ما هم فرق میکنه. این آر زمان حاله، اینم که گذشته کامل گذشته است. جمله چه زمانیه؟ گذشته است. تطابق زمانی به من میگه جواب میشه گزینه چهار. تو تصمیم وایز هم اگه دوست داری بنویس عاقلانه. عاقلانه ای نگرفتی چون اطلاعات غلط به داده شد. اگه با تست یک مشکل ندارید یه اوکی بزنید برم تست دو. اگه سوالی دارید بپرسید. دو سه تا سوال خودم میخوام حل کنم بعد وقت بدم شما. اوکی. سوال دو. بیا سری زیر مجهولا خط بکشیم. has eaten, had eaten, has been eaten, had been eaten. دو تا مجهول. all the food اسم قبل جای خالی غذاه، فعلمون خوردنه، غذا خودشو میخوره، مسخره است دیگه، خورده میشه، ولش کن، اینا بچه بازیه. ببین همین درس امروزه، یکی سوال کنکورا، یکی هزه، یکی هده. قرار شد به جمله نگاه کنم. بیفور داره. آقا ترسوندی امروز ما رو، گفتی بیفور خیلی خوب نیست، باید چک کنم. بیفور چی؟ بیفور وی گات، قبل از اینکه برسیم. خب دوست عزیز من این خودش گذشته است بچه‌ها، این خودش گذشته است. وقتی گذشته ایم و بیفور آورده، یعنی داره میره گذشته تر، یعنی جواب گزینه چهار. اوکی دیدی گفتم بیفور رو میبینی باید چک کنی. اشکال؟ اوکی اگه اوکی دی اوکی بزنی تست سه. آفرین. بریم سه. بچه از چهار به بعد دیگه مکس میکنم شما جواب بدید. نگاه کن اینجا: has offered, had offered, has been offered, had been offered. دو تا مجهول داریم. He said، اینو یادتون باشه هر موقع تست زمان میزنید، حالا صفحه بعد میگم نیستید، به زمانهایی که خودش داده دقت کنید. الان he said he didn't need a job، گفت آقا من شغل نمیخواستم. چون آفر دو پهلوه، من میتونم پیشنهاد بدم، میتونم پیشنهاد داده بشه. اگه میخواست بگه چون او پیشنهاد داد، باید میگفت به کی پیشنهاد داد، گفته؟ نه آقا نگفته. تازه وقتی خود یارو میگه من شغل نمیخواستم، یعنی یه دونه بهتر بهش پیشنهاد شده. پس من با توجه به عدم مفعول و مفهوم جمله فهمیدم مجهوله، چون نگفته به کی پیشنهاد. خب باز نگاه کن، یکی هز یکی حد، باید ببینم میاد حال یا میره گذشته تر. میگه شغل نمیخواسته، ببین این زمان گذشته است. خب علتش چی بوده؟ علتش اینه که یه دونه بهش پیشنهاد شده، یعنی قبل از اینکه نمیخواسته بهش پیشنهاد شده. اینم اوکی؟ این تست اوکی؟
سوالی راجع به این سه تا تستی که من حل کردم ندارید؟ خب تازه بچه ها از صفحه بعد زندگی یه رنگ دیگه میشه. سوال چهار تا من فقط بچه های اصلاح بکنم، بچه هایی که جزو دستتونه شماره 6 به بعد اشتباه خورده، حالا این خیلی مهم نیست ولی من چون تو ذهنم شماره های اصلیه من اینا رو عوض میکنم، شما هم لطفا عوض بکنید. 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. خب نگاه کن، ما باید کل این سفر رو امروز با هم حل کنیم، یعنی مثلا این سفر حلشه درس من نصفه است، یعنی مثلا درسی به تو ندادم، باید اینا حل بشه تا سوال 98 هم میاد همه هم کنکوره، حتی اون شماره 7 هم که من از دستم در رفته برات بنویسم این هم بچه ها زبان سال 92، یعنی هیچ کدوم تعلیفی نیست، انقدر کنکوراش خوشگله. خب حاضری؟ برای هر تست بچه ها، چون تعداد کلاس بالاست نمیتونم کلی وقت بدم، یه 3-4 تا تست رو با هم میزنیم، وقت میدم خودتون بزنید، من بررسی میکنم، بعد حالا خواستید یه 3-4 دقیقه میتونم استراحت هم بهتون بدم. خب 30 ثانیه وقت میدم تست 4 رو حل کنید، بعد 30 ثانیه جواباتون رو بفرستید من میبینم. تست 4 رو حل کنید همه. همه گزینه دی یا همون 4 انتخاب کردن. بله بسیار دو عالی، نفرم سی بود. دو نفرم سی بود. خب بریم مجهول، ما تا مجهول چک نکنیم اصلا زندگیمون روال عادی پیدا نمیکنه. اولا به من بگید ببینم تات گذشته چه فعلیه، تایپ کنید ببینم تات گذشته چه فعلیه. این خودش نکته اول، بچه این سوال تو ریاضی 87 خیلی سر و صدا کرده، سوال خیلی سختی واسه بچه بود. تات گذشته چه فعلیه؟ نه تو این بچه چی میگه؟ آفر هیچ. خب آقا بس فکر کردن چی بود؟ بیا اینجا فکر کردن بود تات، این گذشته یه تینکه. ببین اینجوری یاد بگی، این تی ایچ داره، اینم تی ایچ داره، این تی داره، اینم تی داره، فهمیدی؟ ما هست سلاحی تو خونه، گلای نمونه از این حرفا، این تی، اینم تی، این تی اچ، اینم تی اچ. خب پس نکته اول اینه که فعلمون درس دادنه. یا علی شروع شد، درس دادن خودش دو پهلوه، من میتونم درس بدم، میتونه بهم درس داده بشه. خب صبر کن، شلوغ نکن، دو پهلوها رو قرار شد بعدش رو ببین. اگر بخواد بگه من درس دادم، دوستی که زدی گزینه 3، زمانو درست تشخیص دادی، مجهولو نه. اگه میخواست بگه من درس دادم باید میگفت به کی درس دادی، نگفته، پس یعنی کار روش انجام شده. بیا 2-3 که هزه. این سوال سوال جونداریه، ببین دیگه یکی و هف نداده، یکی و هد، هر دوتا رو گذشته داده. خب حالا باید ببینم ماجرا چی. دو تا کلید واسه حل این سوال بود، یکی by the time. ما نکته گفتیم by the time معمولا با چه زمانهایی میاد؟ زمانهای کامل، یعنی چون یکی ساده است یکی کامل، همینجا که میشد. تازه مفهومی نگاه کنیم، آقا ما میخوایم مفهوم یاد بگیریم نمیخوایم حفظ کنیم. باشه by the time معنیش میشه تا آن زمان، پس در نتیجه by the time I was 6 میشه تا 6 سالگی. خب دوست عزیز من وقتی سوال بد میگه تا 6 سالگی، پس منطقا اول این پروسه درس روش انجام شده بعد به 6 سالگی. مثل اینکه بگم من تا 10 سالگی خوندن نوشتن یاد گرفتم، تا 10 سالگی یعنی از شروع من قبل 10 سالگی بوده دیگه، پس من دارم از گذشته تر میام به گذشته، که جواب همون گزینه 4 که اکثرتون زدید. آفرین، هم میشد با باید تایم زد، هم میشد با مفهوم باید تایم آی واز 6 زد. خب 30 ثانیه سوال 5، بودو بودو ببینم چیکار میکنه.
بگی جواب رو لطفا. اکثرا میگن گزینه بی یا همون دو، یک دو نفرم با سی و ای. گوش کن، اولا مجهول بودنش هر چهار تا مجهوله، اینو تو حال کامل من تو جزوه حل کردم بچه. خب بین گزینه یک و دو یکیش کلن غلطه بچه. ما هف بین نات اصلا نداریم، هف نات بین داریم. مخففم کنید معلومه، میگید haven't been، نمیگید هف بین نات. گزینه یک پس گزینه سرکاری سواله، غلط. خب شروع میکنم. هف داره، حد داره، استمراری داره. ببین تست زمانه، قشنگ معلومه. The dishes blank space yet. آقا ترسوندی ما رو، این یته یه ذره ترسیدم قبلا، یتو میدیدم سریع عوض میذارم. نداره جمله دوم ببین. Could you please wash them up؟ میشه لطفاً بشوری؟ بچه ها میشه لطفاً بشوری چه زمانیه؟ زمان حال. خب نگاه کن، ظرفا شسته نشده، نمیگه ظرفا، دوستی که زدی سه، نمیگه ظرفا داره شسته نمیشه، اصلا میگه معنی میده، میگه ظرفا شسته نشده میشه بشوری. ببین چه جوری گذشته رو به حال وصل کرد بچه ها. چهار رو با پنج مقایسه کنید درس امروز هم اینه. چهار گذشته داده رفت گذشته تر، پنج از گذشته داره میاد حال، یعنی جواب درست همون گزینه بیه. اوکی، چون جمله دو کود بچه ها درخواستشون میده، گول کودو نخورید، کود زمان نشون نمیده اینجا، کن و کود و میز درخواستشون میده. میشه لطفا بشوری چه زمانی؟ حال، از گذشته اومدیم حال. اگه اوکی اوکی بزن. هیولای تستا 6 و 7. اوکی. خب بچه ها سخت گوش کن، یه توضیح کلی بدم بعد وقت میدم 6 و 7 رو با هم حل کنیم. گوش کن دفعه. تا حالا دلمون خوش بود که یکی رو دادی یکی رو میخواد، که اکثر تستای کنکور هم همینه. تا آخر نامرد اومد تو سال 92 این کارو کرد. خب آقا چه کاری من هر دوتا رو، یکیشو بدم یکیشو بخوام، هر دوتا رو ازت میخوام. این دیگه خداییش بچه به این قید هم نداده. چیکار باید بکنی؟ راهنمایی من به تو. سوالو بخون و مفهومشو ببین به حال ربط داره یا نداره. اگه ربط داشت نشونه ای از حال داشت که حواس باید تو جوابت باشه. اگه نداشت یعنی تو گذشته ای. و تو گذشته ای خب چیکار میکنی؟ خوب نگاه کن. ببین کدوم از این دوتا جای خالیت اول بوده. اونی که اول بوده رو با حد بیار، اونی که بعدیه ساده بیار. خیلی واضح توضیح دادم. یک دقیقه وقت دارید، 6 و 7 رو جواب بدید. لطف کنیدم سریع جواباتون رو نفرستید، بذارید بچه‌های دیگه هم حل کنن. 6 و 7 رو با هم حل کنید. خیلی تستای مهمیه. کنارش هم راستی یه ناز یا وحشیانه ناز بنویسید. شروع کنید لطفا. می خدا وکیلی عشق کردم با جواباتون، دمتون گرم. نگاه کنید بچه ها، من یه بار دیگه بگم، اصلا میخوام تازه توضیح بدم. دوستی که زدی دوباره چشم، ما که صد بار توضیح میدیم به شما، ولی اصلا میخوام تازه سوال توضیح بدم. ببین هر دو تا زمان جمله رو از من خواسته، من باید ببینم میام حال نمیام حال، کجام کجا نیست. می شروع میکنم سوال خوندن. I blank space a game of tennis with Mike when Sue blank space. اینا خب معلومه دیگه، اسم طرف. دو تا اتفاق داریم، تموم شدن بازی
رسیدن سود. یه ذره به مفهومش دقت کن. بازی تنیس هم تمام شد یا تمام شده بود وقتی سو رسید. خدا وکیلی، خدا پیغمبری، قبول داری اصلا ربطی به حال نداره، نه نشونه ای از حال داره، نه میشه این جمله رو به حال ربط دادی، نشون میده داره راجبه گذشته میگه. وقتی احساستون و شواهد سوال شما رو در گذشته نگه میداره، دیگه حال کامل پس نمیتونه. پس من روی گزینه سی و دی خط میزنم. یه بار دیگه، آقا چرا سی و دی رو خط زدی؟ چون سوال اثری از زمان حال به من نمیده. نمیتونم بگم بازی تنیس هم تمام شد وقتی اون میرسه، چون میرسه باید زمان حال میداد. ببین گزینه ها هیچ کدوم منو به زمان حال نمیاره. اصلا نمیشه یه ور یک جمله هوا از باشه یه ورش گذشته باشه وقتی ونده. خب مفهوم گذشته. خب حالا وقتی دوتا گذشته است خوراکمه، اونی که اوله همیشه با حده، اونی که دومه مثلا گذشته ساده است. خب به من به نگاه کن، دو جور میتونم به توضیح بدم. یکی با معنی، میگه بازی تنیسم تمام شده بود وقتی سو رسید. قبول داری اول بازیش تمام شده بعد سو رسیده؟ طبق معنی بازی تنیس هم تمام شده بود، مادرم غذا را پخته بود وقتی من رسیدم. این باید با حد بیاد، این باید ساده بیاد. یعنی جواب همون ای که اکثرتون گفت. یه جور دیگه هم میتونم بگم بچه ها، ون کلن تو انگلیسی یا دو عمل همزمان رو نشون میده، یا دو عمل همزمان رو نشون میده، یا دو عمل پشت سر هم رو نشون میده. خب اینجا که همزمان نیستن، چون یه زمان ندارن گزینه ها، دوتاش ساده نیمده، یکیش حده، پس حتما پشت سر همه. خب وقتی ون اینجاست، وقتی دو عمل پشت سر هم رو نشون میده، پس حتما این عمل یکی این دوه دیگه. یعنی هم میشد با ون متوجه بشی، چون ون دو عمل پشت سر هم نشون میده، یا با مفهوم. من به نظرم مفهوم راحت تر بود. آقا بازیم تمام شده بود وقتی سو رسید. تمام شدن بازی عمل اول بوده، با حد اومد، اون یکی ساده. کسی راجع به این تست اشکالی داره؟ اگه نگه اوکی بزنی. سوال بعدی سوال 7. The fire finally under control. یه کالوکیشن بنویس. Get control بنویس کنترل شدن. Get control بنویس کنترل شدن. میگه آتش در نهایت کنترل شد بعد از این که، خب اکستنسیو که بی خیال، من اینا رو کلمه بلد نیستم، دو سوال میذارم کنار، حالا بعدا معنیشو بهتون میگم. بعد از این که آسیب خورد، اولا نگاه کن، میگه آتش کنترل شد بعد از این که باعث آسیب شده بود یا آسیب زده. قبول داری باز دوتا اتفاق تو گذشته است؟ اصلا اومده زمان حال به حال ربطی داره؟ نه آقا، نه نشونه ای داره، نه مفهومش به حال میخوره. پس من گزینه سی که حظ داره رو میذارم کنار، چون حظ باید بیاد حال، این که نمیاد حال. از طرفی کنترل آتیش و آسیب زدنش همزمان با هم نبوده، یکی اول بوده یکی دوم. پس این دوتا حد با هم چیز بی خودیه تو گزینه چهار. جواب یا یک یا دو. اینجا رو نگاه کن یه بار دیگه، در سوالهای دو جای خالی در گذشته کدوم با حد میاد کدوم ساده؟ به جای خالی نگاه نکن، به مفهوم نگاه کن. قبول داری آتیش اول آسیب زده بعد کنترل شده؟ یعنی آسیبت عمل اولته، کنترلت عمل دوم. خب ما همیشه میگفتیم عمل اول تو گذشته با حد میاد، یعنی آسیب باید با حد بیاد، کنترل ساده. همون گزینه یک درسته. دمتون گرم که یک زده بودی. تازه ببین چه طراح گوگلی داره، خودش افتر داده به، میگه آتش کنترل شد بعد از اینکه آسیب زده بود، یعنی اول آسیب زده بعد کنترل شده. یه کلمه اکستنسیو هم بود، از اکستنشن بچه دخترم معمولا زیاد این کلمه رو شنیدی. اکستنشن یعنی وسعت دادن، اکستند یعنی وسعت دادن، اکستنشن یعنی وسعت، افزایش، اکستنسیو یعنی وسیع. بعد از اینکه آسیب های وسیعی زده بود. ولکن بابا، مگه ما باید همه لغت ها رو معنی بکنیم؟ با هفت بچه ها، شیش و هفت سخت‌ترین سوال های زمانن، چون همه چیشو از من میخواد، هیچ کاری خودش برام نکرده. اگه 6 و 7 اوکی برم بعدیا رو یه ذره سریعتر بگم. 6 و 7 اوکی؟ خیلی تستای خفنی بود، یاد گرفتی؟ خب خدا رو شکر. سوال 8. سر و کله مجهول که پیدا نشده، اما تست زمانه، تجربه 96. Would has had to. بچه‌ها یه نکته قبل از اینکه من 8 رو شروع کنم بنویسید. بنویسید در هنگام، یه گوشه کنارش، پایینش، بالاش، هر جا جا دارید. در هنگام پاسخگویی به مبحث زمان،
در هنگام پاسخگویی به مبحث زمان به زمانهایی که خود سوال داده است توجه کنید. به زمانهایی که خود سوال داده است توجه کنید. چرا انقدر سوال 6 و 7 سخت شد؟ چون نامرد هیچی نداده بود، همه رو من باید می آوردم. اما سوال 8 20 تا جمله بد داده. نگاه کن سوالا. When Mary saw، وقتی نتایج رو دید، این خودش گذشته است. She was surprised یعنی گرخید. میگه وقتی نتایج رو دید گرخید، گذشته. او مطمئن بود، اینم گذشته است. خب او مطمئن بود که چی؟ بگو جوابو. رسیدم به جای خالی. ما هم که افخت روزگاری، الان که تا الان تو گذشته بودیم. اگر جای خالیش حرکت کنه بیاد حال، میزنم هوا هست. بره گذشته تر، میزنم حد. میستیک یعنی چی؟ اشتباه. بگو دیگه. او مطمئن بود یه اشتباهی. جواب کدوم گزینه؟ جواب دی. آفرین. چه میکنه این بازی؟ میستیک یعنی اشتباه. قبول داری اول اشتباه شده بعد این گرخیده؟ خب وقتی گرخیدن تو گذشته است، پس اشتباه قبل از اونه دیگه. الله اکبر. این کلمه اکر رو هم بچه ها نترسید ازش. هرچند من تو کلاس که 500,000 بار گفتم معادل کلمه happen و take place. معادل happen و take place. خب سوال 9. 30 ثانیه سوال 9. بودو. سوال 9 رو حل کنید. 30 ثانیه. سوال 9 هم استاد همه گفتن A. من نمونم به جونه که برم. سوال 9. من میخوام این کرونایی که تو وجودم هست رو با همکارای تقسیم کنم. آخه من بهشون گفتم من یه ذره تب دارم و یه ذره فلان سرفه‌ام میکنه. این میرم اون ور که با همکارا بیشتر باشه. Not only am I late getting started. بچه ها قرار شد وقتی تست میزنیم به زمانهایی که خودش داده دقت کنیم. من مهمترین چیزی که در این سوال میبینم این امست که زمان حال رو نشون. ببین اون قبلی بیست گذشته بود، این بیست حال هستن. میگه not only but also رو قبلا تو جزوه گفتم، یه بار دیگه هم میگم not only but also یعنی نه تنها بلکه. نه تنها بلکه اینو میگی نه تنها، but also رو میگی بلکه. میگه نه تنها دیر دارم شروع میکنم، الانو میگه ببین، بلکه decide یعنی تصمیم، تصمیم نگرفتم چی کار کنم. اینجا رو نگاه کن، نمیدونم اینو میبینی خدا رو شکر میگی. سوفار قید مطمئنی بود. بله آقا سوفار معنی تا کنون میده. تا کنون یعنی چی؟ یعنی از گذشته تا الان. جواب گزینه یک با این قیده که میشد زد. اما گوش کن اینجا رو، اگر سوفار رو نمیداد چی؟ سوال حل میشه؟ بازم حل میشه. چرا؟ چون جمله اولو به زمان حال داده، دارم دیر شروع میکنم. خب تصمیم نگرفتنم هم از گذشته میاد حال دیگه. وقتی من دارم یه چیزی رو به زمان حال وصل میکنم، مثل اینکه من مثلا دارم میرم مهمونی، میگم دیر که داریم میریم، کادو هم نخریدیم. تولد داریم میریم، کادو هم نخریدیم. ببین داریم میریم الانه، کادو نخریدنمون پس تا الان ادامه داره. اینم همینه، میگه دیر دارم شروع میکنم اما تصمیمم نگرفتم. خب منظور تا الان دیگه، یعنی اگر سوفار رو هم نمیداد باز باید یکو میزدید. اگه اوکیید برم تست 10. اوکی؟ سوال شماره 10. My father returned. میدونم خط کشیدی، دمت گرم. ببین زمانهایی که خودش داده رو نگاه کن. پدرم برگشت. تا اینجا بیس گذشته. خب بقیه‌اش چی؟ To the lovely island. Lovely یعنی دوست داشتنی. حالا به یک جزیره دوست داشتنی. بگو جوابو. من اصلا مکس میکنم شما. جواب 10 رو بگی. A. همه A. نگاه کن سوالو. میگه پدرم برگشت به جزیره دوست داشتنی که کودکی آنجا زندگی کرده بود.
بیس من گذشته است، دارم میرم گذشته تر. ببین برگشت خودش گذشته است، کودکی آنجا زندگی کرده بودیم، میشه عمل یکی، میشه عمل دو. دمت گرم که زدی یک. اصلا تمام درس ما همینه دیگه، گذشته کامل، ما در گذشته میریم گذشته تر. خب سوال بعدی با اجازتون تجربی نظام جدید 98، یعنی کنکور امسال. فقط قبلش بچه یه دی اینجا بذارید، یه ایراد تایپی hasn't decided. خب 30 ثانیه حل کن. سوال 11 جزوه رو تو 30 ثانیه حل کن. Mr. Thompson has just received. زمانی که خودش داده حال کامله. حال کامل اثر عمل حداقل تا حال میاد دیگه. یعنی یه جورایی باز بیس رو حال چیده شده. میگه فلانی یک آفری رو دریافت کرده. پس ببین اثر عمل زمان حاله. اما او دوباره دیساید میشه تصمیم. تصمیم نگرفته چیکار کنه. باز نگاه کن دوست عزیز من. من با این یته کار ندارم. تو هم میدونی چرا. اونو هایلایت کردم، اینو هایلایت نمی کنم، چون یت از دید من قید خیلی مطمئنی نیست. من با فهم خودم و مفهوم خودم کار دارم. وقتی طراح سوال اثر کار قبلیشو یا کاری که تو سوال میگره آورده حال، پس تصمیم نگرفتن منم میاد حال دیگه. مثل اینکه بگم آقا یه پیشنهادی به من دادن ولی من تصمیم نگرفتم. تصمیم نگرفتم تا الان تصمیم نگرفتم. در نتیجه جواب میشه گزینه سی. آفرین. بریم سوال بعدی. سوال شماره 12. 12 رو حل کنید بچه‌ها، این 3 4 تا تست آخرمون هم بزنید. 12 رو حل کنید. دوازده رو همه زدن بی. خب خوب کاری کرد، یکی هم ای زد، منم دی. نگاه کن. Since we opened our door in 1995, more than 7 million people blank space our national park. خب ببینید بچه ها، من قبلا اینو توضیح داده بودم، یه بار دیگه توضیح بدم. راجع به سینس که داشتم میگفتم چند نفرتون یه اشکالاتی داشتید. بچه ها ببینید، سینس وقتی با زمان میاد دو حالته، یا قید زمانه یا ربطی زمانه. از کجا بفهمم ربطیه؟ هر موقع سینس، بچه‌ای که گزینه دو دادید، این هفته ما این سوالو داده بودیم تو گزینه دو، هم سوال اول آزمونمون همین بود. وقتی سینس با دو تا جمله سر و کار داره، یعنی ربطیه دیگه، اینجا قید نیست، ربطیه. ببین یه موقع میگم سینس 1995، میگه از 1995، ولی وقتی میگم از وقتی درواز شده، یعنی این ربطی زمانه. اینجا معنی از وقتی که میده بچه. خب قبلا گفته بودم وقتی سینس میشه ربطی زمان، یکی از عملها مبدأ حرکت رو نشون میده، یکی دیگه ناخودآگاه عملیه که تا حال میاد. میگه از وقتی در اینجا رو باز کردی، بیش از 7 میلیون نفر. بچه وقتی میگه از وقتی که، ناخودآگاه منظورش از وقتی که در رو باز کردیم تا الان دیگه. خب باز کردن در مبدأ حرکت منه، باید گذشته بیاد که اومده. حالا تا الان 7 میلیون نفر، مثل اینکه بگم از وقتی کرونا اومده مثلا این میلیون نفر کرونا گرفتن. الان به میلیون که نرسیده خدا رو شکر، ولی کرونا گرفتن. خب میگه از اون روز تا الان، دقیقاً داره گذشته رو به حال وصل میکنه. پس جواب درست گزینه بیه، نه گزینه سی. حالا یه سوال ازت میپرسم، جواب بده، این سوال برام مهمه. بچه ها اگر میگفت، تمرکز کنید رو سوالم، اگر میگفت از 95 تا 2015، آیا میشد هوا هزو زد؟ یعنی گزینه دو رو میشد زد؟ اگر میگفت از 95 تا 2015 میشد گزینه دو رو زد یا نمیشد؟ نه نمیشد. چرا؟ چون حال کامل عملیست که گذشته رو به حال وصل میکنه. سوال بعدی، میشد سه رو زد؟ اگر میگفت از 95 تا 2015 حد رو میشد زد؟ بازم نه. آفرین بچه. ببینید تمام حرف امروز من اینه، زمانها رو حفظ نکنید، یاد بگیرید. یعنی چی؟ ببین من نگو، من هیچ جای حرف امروزم نگفتم هر جا هوا از جواب نبود حدو بزنید. من اتفاقا میخوام زمانها رو یاد بگیرید. ببین چرا حتی اگر به حال نمیرسید حدو نمیشد زد؟ چون بازم اگر دقت بکنید، عمل ویزیت بعد عمل اوپن اتفاق افتاده. خب این اگه گذشته است، این میره بعد از اون. حالا درسته به حال نرسیده،
ولی باز هم نمیتونید حد بزنید. حد همیشه موقعیه که شما از گذشته میرید گذشته تر. پس جوگیر نشی، شورا حسینی برات نداره تو تست هر جا هوا از نشد حد بزنی خیال راحت. حد موقعیه که حرکت به سمت گذشته تر بکنی. ما اینجا حرکت به سمت گذشته تر نداری. اوکی؟ ردیفی؟ خب اگه اوکی دو تست این، من برم سه تا تست دیگه مونده بزنم برم. با تست 12 مشکل نداری؟ اوکی ها؟ سوال بعدی، سوال باز 98 گروه هنره بچه. The picture painted by the child was so fantastic that even grey painters wondered if. خب سب کن. نقاشی که یارو کشید طوری بود که خیلی خفن بود و همه wondered که میدونید متعجب بودن و تو کف بودن. همه تو کف بودن. خب زمانهایی که خودش داده گذشته. قبلا تو کانورسیشن کتاب درسی گفتم بچه if دو تا معنی داره. همه جا اگر معنی نکنید. یه معنیش آیا، یه معنیش اگر. اینجا اصلا if معنی اگر نمیده. Wondered if یعنی تو این کف بودن یا متعجب بودن که آیا. پس این if معنی آیا میده. تو کانورسیشن کتابتون هست. متعجب بودن. خب اینو گذشته داده. برم ببینم جای خالیشی میگه. که او بدون کمک کشیده. چند زدید جواب روی؟ چند میشه جواب بچه؟ بله. چون متعجب بودن خودش گذشته است. خب اول معلومه نقاشیه کشیده شده، بعد اینا گرخیدن دیگه. وقتی ما گذشته این بعد میریم گذشته تر میشه حد. آفرین. سوال 14 به این سینسه دقت کنید بچه. بذار من وقت بدم، خدایش وقت میدم حل کنید. یه دقیقه وقت میدم. 14 و 15 رو بزنید که من دوتاشو با هم بگم و درس امروزم تمام. 14 15 رو با هم حل کنید بچه. Since she blank has placed a proper, proper که یادتونه میشود مناسب, suitable lens for her camera, she wasn't able to. یه سوال بپرسم. جواباتونو دیدم زدی. میشه به من بگید since اینجا به چه معناست؟ since تا معنی داشت دیگه. از و از وقتی که و چون که. اینجا به چه معناست؟ اینو جواب بدید. since که اینجا اومده به چه معناست؟ میخونی جواب بچه رو بزمان. من پرسیدم since در این سوال باید چی معنی بشه؟ آفر. سینس اینجا بچه نه از وقتی که ببین سوال رو حل کردی ها، ولی همینو دقیقا میخوام بهت بگم. میخوام بهت بگم این سینسی که تو سوال 12 به کار برده با سوال 14 با هم فرق میکنه. چون سینس هم میتونه ربطی زمان باشه، تو انگلیسی هم میتونه ربطی دلیل باشه. میگم شما نظام جدیدی ها ربطی نمیخونید، یه ذره تو اینا میلنگی. دقیقا سینس معنی بیکاز اینجا بچه ها. ببینید علت و معلول سوال. Since she blank has placed the proper lens for a camera, she wasn't able to. نتونست عکس بگیره. چرا؟ چون لنز مناسب برین که میدونید آوردن دیگه، لنز مناسب با خودش نیورده بود. خب بچه ها علت عکس نگرفتن لنز نداشتنه، نه زمانش. ببین تو از وقتی که هم بگی سوالو حل میکنی ها، ولی میخوام درست ببینید. خب علت و معلول دیدی پس همیشه بیکاز نیست، اینس هم میتونه باشه. خب وقتی معلول من گذشته است، قبول داری؟ علت من لنز نداشتن، معلول من عکس نگرفتن. خب وقتی معلول گذشته است، علت از اون گذشته تره، میشه گذشته کامل، جواب میشه گزینه سی. درسته؟ اگه اوکی، چون اکثرا دیدم سی زدید. اگه اوکیید من برم تست آخرم توضیح بدم. اگه اوکیید یه اوکی بزنید لطفا. کسی سوال، هر سوالی راجع به این تست دارید بپرسید بچه. سوالی نیست؟ آقا ببین همه اوکی هست.
و سوال آخر، سوال خارج از کشور 98 نظام جدید. I failed to meet. دیگه عادت کردم زمانهای خودش برام مهمه. I failed to meet the professor simply because. اینم کالیکیشن خوبیه بچه. Simply because موقعی تو انگلیسی میاد که شما با دلیل اصلی رو بخوای بگی. خیلی راحت بهت بگم من نتونستم یارو رو ببینم چون. Simply because. Because بو علت معلول میده. حواست باشه. بیس جمله گذشته است. میگه نتونستم استادو ببینم چون من رسیدم بعد از اینکه خب تمومه دیگه. رسیدنت گذشته است بعد از اینکه، یعنی این عمل یکه، این عمل دوه. داریم از گذشته میریم گذشته تر. جواب گزینه 4 درسته. اگر راجع به این تست، چون دیدم اکثرتون 4 زدید، اگر راجع به تست آخرم اشکالی دارید بگید. من سال 85 و 6 همه تستای کنکور زمان رو براتون زدم، بقیهش دیگه تو کلوز اومده، سوال مستقلی نبوده، همه اوکی ده. خب من امروز بچه تو برنامه‌م گفتن زمان‌ها بود که خوشبختانه تونستم بگم، و خواهشم اینه که شما حتما این زمان‌ها رو کار بکنید. از کجا میتونید تست بزنید؟ خب بچه هایی که با منید میدونید دیگه، ما یکی کتاب خیلی سبز رو داریم، بعضی از بچه هم که کتاب میکرو رو داریم. منطقا از همون کتاب خیلی سبز کارهایی که باید انجام بدید رو بگم بهتون بچه ها. از کتاب خیلی سبز میشه درس 3-12 تستای گرامر رو بزنید، مخصوصا گرامر زمان ها رو. ما چند دقیقه وقت داریم ما میشکنیم؟ 5 دقیقه وقت داریم. خب پس هیچ، میخواستم این نکته بگم که بشه درس 3-12 گرامر مخصوصا زمان ها. بچه ها قسمت اول درس 3-12 بچه هایی که با من بودن به خدا قبلا درس دادم تو درس 1، بس مجهول کردن مدال هاست که کن بی و شود بی. حالا دوباره درس میدم و حتی تمریناش هم برات حل میکنم، ولی یعنی منظورم اینه من این درس رو دادم. بعد افعال کمکی همتون میدونید الان دارید میگید بعد افعال کمکی همواره شکل ساده میاد، یعنی این درس جدیدی نیست، اینو میتونید تستاشو بزنید. ولی حالا اولویت من با تستای چیزه؟ اولویت من با همون تستای عرضم به خدمتتون زمانه. تستای گرامر رو بزنید. نکته بسیار مهمی که وجود داره و خواهشم اینو انجام بدید بچه‌ها، واژگان درس 3 بسیار سنگین و نکته داره. ورکبوکش هم همینطور. یه بخشش رو تو کلاس‌ها خوندم، یه بخشش مونده که حالا انشالله ادامه میدم تو قسمت‌های بعدی و کلاس‌های بعدی. شما ولی لنگ من نمونید. بخونید، تست بزنید واژگان درس 3. روند ریدینگ کلوزتون رو ادامه بدید. بچه‌هایی که با منید، من تو کانالم براتون یک برنامه جمع‌بندی، من اینو برای بچه‌هایی که با ما نبودن می‌نویسم. تو کانالم یه برنامه جمع‌بندی زبان تا کنکور رو گذاشتم. یعنی یه برنامه 70 آزمون است. اگر خودت ببین، اگر درس ها رو اوکی، من به نظرم درس 3 رو تازه بهت گفتم، یعنی یه هفته صبر کن بذار برنامه بره جلو، بعد یعنی این تستای درس 3 رو بزن، هنوز چاله چولهاتو پر کن، بعد برنامه مروری دیدید از درس 1-10 شروع میشه. برای آزمونش هم توضیح دادم تو اون فایل صوتی کانال بهتون توضیح دادم بچه ها، که من توصیه‌ام اینه که از کتاب میکرو گاج آزموناشو بزنید و حالا کتاب تست خودتون هم کامل بکنید. ما انشالله نکات رو میبریم جلو. من فایل تصویری صفحه 80 تا رایتینگ کتاب درس 3-12 رو تو کانال گذاشتم بچه ها، اینو ببینید. بحث ضرب المثل ها رو مفصل مطرح کردم، چجوری سوال میاد، چجوری حفظ بکنیم سوال 98ش. اینو دیگه من وقت ندارم، اینو کامل توضیح دادم، اینو ببینید. زمان ها هم که این درس امروز بود، هم فایلش و هم ویدیوش و هم جزوه رو براتون میذارن، منم دوباره فوروارد میکنم لینکش رو براتون تو کانال میذارم. این کارا رو انجام بدید انشالله. حالا بچه‌هایی که ببینید، اینم خیلی به من میگید، چون از دو تا مدرسه‌ای که از کلاسای من هستید، ممکنه بچه‌ها نرسیده باشیم زیاد به من دایرکت بدید. مثلا ما تو صفحه 74 کتاب گفتیم، خب که بعد این اتفاقای تعطیلی ها رخ، شما فعلا 74 تا 79 رو نگردم، من خودم به زودی برات یه فایل اینا رو همه رو توضیح میدم. تو فعلا برو 80 به بعد و نکاتش رو یادداشت کن، لنگ اینا نمونید. آقا ما 74 ما هنوز به 79 نرسیدیم، مثلا نکته ای نداره این چند صفحه کتاب که من میگم، همشو بهتون میگم. شما برید ضرب المثل رو کار کنید. یعنی منظورم اینه بچه‌ها، حرف آخرم، درس 3 رو کامل کنید، بعد وارد برنامه جنبندی بشید. بچه‌هایی که هفته فروردین قلمچی دارید، تو برنامه نوشتم چه جوری بخونید، آزمون بزنید. اگر نکته و سوال خاصی نیست، من شما رو به خدای بزرگ بسپارم. نظرسنجی هم بچه ها بکن، تصویر، صدا، حالا این چیزا رو بچه ها کلن کیفیت کلاس هم به من بگید لطفا دیگه. نمیدونم
قطعی داشتید، صدا، تصویر، کیفیت. خیلی دوستامون اینجا زحمت کشیدن، من یه ذره آدم وسواسی هم تو این زمینه، خیلی تاکید کردم تصویر خوب باشه، صدا خوب باشه. اگر همه چی خوب بود و اگر سوالی ندارید، حالا اگه سوالی هم از من دارید هم بگید بچه. من شما رو به خدای بزرگ بسپارم و کلاس امروز رو به پایان ببرم. خواهش میکنم، مرسی از شما، خواهش میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خسته نباشید، روزتون بخیر، خواهش میکنم.